به عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز، مردان و زنان غیور ایران زمین. امشب هم به روال شبهای پیش در خدمتون هستم با سلسله گفتارهای پیرامون انقلاب. همچنین عرض ادب و ارادت دارم خدمت عزیزانی که ما را از کانال تلگرام هر روز گوشه، کانال یوتیوب و پادکست رادیو مهسا میشنوند. در خصوص یه تشکر خاصی هم از بچه های پادکست رادیو مهسا دارم. ما از مدت هاست از 1,200,000 شنونده گذشتیم و این باعث خیلی خوشحالیه که بالای 90% این عزیزان از داخل ایران شنونده و پیگیر پادکست رادیو مهسا هستن. شما هم محبت کنید که رو به اشتراک بذارید پادکست رو و تا عزیزان بیشتری بتونن بشن. خب یک در واقع نمیدونم اسمشون چیه، پیج میدان میلیونی قرار بوده که تشریف بیاره بالا و حالا نقدی داره، انتقادی داره توی چیزها که ما بی اخلاقی و فحش دیدیم. حالا امیدواریم که نقدی رو داشته باشیم که بتونیم در خصوصش صحبت کنیم. منتظرم که ایشون تشریف بیارن. ایشون گفتن که میخوان صحبت کنن و من به خاطر شون گفتم که ما اول تشریف بیارن، حالا منتظریم ببینیم تشریف میارند یا خیر. 3,000,000 دلار میدونم متاسفانه منون امکان نور اضافه کردن اینجا ما بلد نیستیم. در خصوص 3,000,000 دلار حالا امشب ما رو یکم تاریک تحمل کنین دیگه آقا. خب در خصوص 3,000,000 دلار ببینید، اینها پولهای بلوکه شدن، پولهای بلوکه شده. البته نفس قضیه من قبلا هم گفتم، کسی که میاد روی خون بچه های مردم میاد مثلا درخواست غرامت برای خودش میکنه که مثلا داداش منو گرفتن، خب این همه آدم، همه امریکا همه آدمایی هستن که خودشون زندانی شدن، شکنجه شدن سال هاست و هیچ کدوم اینا ادعایی ندارن. اصلا آدم خجالت میکشه، آدم خجالت میکشه از این که بیاد بگه که مثلا من توی زندان این بلا سر من اومده. من میگم 3 ماه پیشم گفتم، آدم خجالت میکشه که اصلا بیاد بگه این مثلا یارو طرف توی ایران چشمش رو دست داده، جونش رو دست داده. خب دقت کن، جونش رو طرف گذاشته، بعد یه نفر بری آقا مثلا برادر منو گرفتن. حالا حتی توجیه نا در واقع وکیلشون آقای هریسچی توی کلاب هاوس توضیح داد که این در واقع این اینا توجیهشونه که ما میریم برای اینکه جنایات جمهوری اسلامی ثبت بشه، جنایات جمهوری اسلامی ثبت بشه که برادر تو رو گرفتن مثلا. ولی این پولای بلوکه شده به این سادگی آزاد شدنی نیست، یعنی باید بره دادگاه لاهه و نمیدونم این داستانا. بعد کلی الان مثلا خانواده قربانیان در واقع امریکایی‌هایی که توی بمب‌گذاری‌های لبنان کشته شدن، اونا هم درخواست غرامت کردن ولی هنوز نتونستن پولی بگیرن، حکم دادگاه رو هم دارن. تا اونجایی که من میدونم پولا به این سادگی پرداخت نمیشه، ولی نفس قضیه اصلا نفس زشتیه، زشته. خب نفس قضیه نفس زشته. ما منتظر میدان میلیونی هستیم، نمیدونم که قراره بیاد.
منتظر ندال میلیونی هست. امیدواریم که تشریف بیارن. نمیاد؟ تو گفتی میاد. خب تو گفتی میاد اینو از بلاک در بیار و میخواد بیاد حرف بزنه و فلان و بسار و این حرفا و آزادی بیان و نقد و فلان. ولی ما فوش شنیدیم، چیز دیگه نشنیدیم که. آه من باید برم لایبشون. باشه بهش بگو میام الان. خب کس دیگه ای از این بچه هایی که میخوان صحبت کنن میدان 500,000 نفری 200,000 نفری اینا، اگر کسی هست میخواد بیاد در مورد این موضوع اسوات صحبت کنه، خب میتونه بیاد بالا و هر نقد و انتقاد و سوالی داره بپرسه، من جواب بدم. باید بنویسید اینجا که آره من خدا همین صبح من پیغام داد آقا اینو از بلاک درش بیار. گفتم خب فوش میده، فوش میده و من برای چی به بلاکش در بیارم؟ ولی نه، خب بیاد بالا توضیح، اگر کسی سوالی داره بپرسه. ولی اگر کسی نیومد من میگم دیگه. یکی یه صفحه به اسم میدان میلیونی که علم کرده، اینا دوست داشتن که بیان امشب صحبت کنم. ما هم گفتیم خب بیان صحبت کنیم. حالا اگه کسی میدان بزرگتری کوچکتری هست میتونه بیاد. خب این آقا گفته نمیام دیگه. حالا به هر خب من یه توضیحاتی میدم، اشکالی نداره، من یه توضیحاتی میدم. خب هر کی هم سوال داره اگر که بعدش میتونه تشریف بیاره بگه، اشکالی نداره، من در این مورد مشکلی نمیبینم. خب ببینید عزیزان، اول یک نکته اول، وایس ها پیام های خصوصی هر کسی خب مثل اتاق خصوصی طرفه. وقتی یه نفر راه میدی تو اتاق خودت و صحبت میکنی، این نشانگر یک بیشرافتیه که تو برداری مثلا وایس خصوصی یه نفر رو بیای پابلیش بکنی. خب این اول بیشرافتیه، یک. دو، بزدلیه، به خاطر اینکه اگر تو، من که میدونم کی با من چت کرده، که تو که پابلیش میکنی خب اسم خودت هم بذار، چرا مال خودت رو حذف میکنی؟ خب مثلا من اونجا پیغام خصوصی بوده، خب اینو بذار، گذاشتی دیگه، بی اخلاقی کردی، بی شرافتی کردی، گذاشتی. بزدلیش اونجاست که اکانتتو اونجا پاک میکنی خودتو. خب یعنی انقدرم وجود نداری. خب من که و میدونه که من میدونم که کیه و میدونه طرف که من آدمی نیستم که بیام مثل اون این کار رو بکنم. خب نمی کنم، چون آدم درگیر که نمیشه با خوکه. خب و اینا اینو میدونه طرف. مثل یکی اومد، یه بچه اومد توی میدان شهر میگفتش که حالا اونو برش کنیم، مثالش یکم مثال چیز جالبی نیست، این از این بگذاریم. خب این نکته دوم. نکته سوم اوت آف کانتکسته. خب اوت آف کانتکست این چیه؟ اولا که شما نمیدونی قبلش بعدش چه گفتگوهایی صورت گرفته، خب چه حرفایی زده شده، به کجا رسیده و این حرف در برابر جواب چیه. خب و نکته چهارم تختیه، بریدنه. مثلا طرف برگشته گفته که، این دقیقا اینجوری شده، گفته که آقا قضیه باید متخصصا باشن، آخه مثلا خانم نازنین بنیادی که هنرپیشه است چه تخصصی داره که مثلا بیاد این مثلا توی این گروه. حالا فیلم صدا و نمالی کیه؟ مال مثلا
چندین ماه پیش، خب خیلی وقت پیش، دقیقاً الان حسابش. بعد مثلا من گفتم اگر این حرف شما درست باشه، ملاک شما تخصص باشه، این تیکش رو میبره، خب اون وقت این تیکه رو میبره، اون وقت مثلا باید اینجوری بگیم که شاهزاده رضا پهلوی هم مثلا چون خلبانه مثلا اطلاعات سیاسی نداره. خب این داره میگه که من دارم میگم که اگر که ملاک و متر و ملاک تخصص باشه، اون وقت این تیکه رو میبره، میاد اینجوری میگه. خب اون بعدش رو میذاره، بعد جمله چیه؟ میگه شاهزاده رضا پهلوی خلبان تخصص نداره. خب بعد اینو برمیداره میبره، وصل میکنه به یه جایی یه گفته دیگه. خب اینم نکته بعدشه، درست شد؟ و اتفاقا من در تمام اون چیزهایی که حالا اینا بیشرافتی و در واقع که خیلی شرم‌آوره برای کسانی که خودشون رو پادشاهی خواه میدونن، میدونی چرا؟ چون که مثلا در بریتانیا کسی پادشاهی اصلا نماد فرهنگ و ارزش‌های متعالی یک ملته. در همه کشورهای پادشاهی متر و ملاک و نماینده فرهنگ، اخلاق، شرافت، خب و ویژگی‌های متعالی یک ملته. درسته؟ بعد طرف خودش رو پادشاهی خواه میدونه، بعد تو همون وایسایی که برداشته، مثلا من یه تیکش گذاشته، همون بالا می نویسه مثلا مفنگی مزقونچی. خب حالا این خوبشه ها، تازه این منتشرشم کرده. بعد مثلا فحشایی که می دن و فلان دارید می بینید دیگه. خب اینم واقعا باعث تأسفه، باعث شرمندگی، شرم آوره برای ما که واسه شرمندگی نیست. چون من در تمام گفته هم از نقد هایی که کردم، من همیشه نقد میکردم، خب چیز جدیدی هم نیست، احتیاجی هم نبوده شما از پشت توی وایس ها چیز کنید ببرید بیارید، توی ویدیوها لایو ها هست. تو اون لایو کوتاهی که من برگشتم گفتم آقا سرمایه های اجتماعی تا ابد در واقع پیش مردم معتبر نمیمونن، آب میشن. درسته؟ اینو من بارها گفتم، توی لایوام اومدم گفتم که آقا باید کار سازماندهی باشه، باید کار برنامه ریزی شده باشه، همینجوری نمیشه مثل سلبریتی ها فقط پست و توییتر بذاریم. اینا رو من گفتم، چیز پیچیده و قایم کردنی نیستش که، چیز قایم کردنی نیستش که مثلا فکر کنی یه چیز بزرگی کشف کردی. خب میاد تو پادشاهی خواهی یا پادشاهی خواهی نیستی؟ آقا جان نادان، تو این رو نمیفهمی. خب اگر این رو نمیفهمی، این مشکل عدم درک توه عزیز من. من به عنوان یه شهروند، خب در مورد شکل حکومت یه دونه رأی دارم، خب که اون یه دونه رأی تا به امروز تا الان ممکنم بعدن تغییر بکنه، ممکنم نکنه، به نظام جمهوریه. خب این به مثابه یه شهروند، به مثابه یک مبارز، خب یک آرمان دارم که این آرمان هیچ ربطی به اون رأیه نداره. خب قابل فهمه؟ یک چیزی داریم به اسم آرمان، یک چیزی داریم به اسم رأی. اون آرمان عبارت است از دموکراسی، سکولاریسم، تمامیت ارضی ایران، رفراندوم نوع حکومت و فلان و بسار. خب و در یک کلام ایران. درست شد؟ بذارید من صحبتم تموم شه. آقای علی آزاد 2022 شما بیاین بالا. خب
و در یک کلام ایران. این یه چیزه. اگر شما ایران رو پیوند زدید به خانواده پهلوی، یا ایران رو پیوند زدید به پادشاهی، یا ایران رو پیوند زدید به فلان، این هیچ ربطی نداره این دو مقوله ها به هم. خب این مقوله ها به هم ربطی نداره. نه عزیزم کوتاه نمیایم. خب تو برو بیرون، برای چی نشستی اینجا؟ درست شد؟ خب این از این موضوع. حالا من اولین کسی بودم توی طیفه، به خصوص رو حتی توی طیفه پادشاهی خواه، کدومتون توی نشسته این انیستو کوروش تونستن مثل من حرف بزنن؟ کدومشون؟ اسم ببرید. خب کدومشون اون تأثیر رو گذاشت در مورد زدن منشور ضد ایرانی؟ کدومشون؟ من اولین کسی، حالا قبل از اون نشست اصلا هنوز منشور نیومده بود، اصلا هنوز نشست نیومده بود، اصلا هنوز اسم نیومده بود که خب توییت هم نزده بودم. من گفتم تنها کسی که صلاحیت تشکیل شورای انقلاب رو داره شاهزاده رضا پهلویه. الانم دارم میگم تنها کسی که صلاحیت تشکیل شورای انقلاب رو داره شاهزاده رضا پهلویه. درست شد؟ حالا اگر یه نفر بیاد برگرده توی چیز صحبت خصوصی برگرده، مثلا من برگرد تو اومم، من گفتم من بهشون وکالت میدم برای تشکیل شورای انقلاب و دوره انتقالی. حالا اگر من این طرفداری رو کردم، داشتم، دارم، خب دلیل میشه که هیچ نقدی آدم نداشته باشه؟ واقعا هیچ نقدی نداشته باشه؟ یعنی مثلا انتقادی به حرف ایشون، به عمل کرده ایشون، به طرفدارای ایشون؟ خب یعنی داستان از کجا شروع شده؟ از حرفی که ما با آقای طاهری زدیم. درسته؟ خب مگه مجلس خبرگانه؟ یعنی نمیشه، یعنی حتی محترمانه بدون کلمه بیادبی، بدون ما نمیتونیم، یعنی نمیتونیم یه نقدی بکنیم، بگیم مثلا جناب شاهزاده، مثلا فرض کنید این که میگیم کارزار 3 ماهه، باید براش برنامه ریزی داشته باشیم، نقطه گذاری کنیم، بگیم مثلا 18 تیر یه نقطه، یا نه مشخص کنیم ما میخواییم 25 یعنی 3 ماه تبلیغات کنیم برای 25 و 25 شهریور این کارو بکنیم. خب این باید زودتر درست بشه و اعلام بشه و و و و الاخر. اگه اینو بگیم یعنی داریم تخریب میکنیم شاهزاده رضا پهلوی رو. یعنی تخریب واقعا، یعنی گذر کردن از ایشون. من 5 جلسه اومدم در مورد سازماندهی صحبت کردم، گفتم این تیم ورک های سازماندهی رو خود من میسازم، خب تقدیمش میکنم به جناب شاهزاده، خواستن استفاده میکنن، نخواستن استفاده نمیکنن. تازه معلومم نیستش که این نظرگاهی که من دارم لزوما نظرگاه درستی باشه، این نظر منه. خب این نظر منه، به نظر من این درسته. ایشون میتونه بگه نه آقا این نظر غلطه، اصلا این مدل نمیشه انقلاب کرد، مدل ما مثلا اینه. خب حالا اگر ما اینو گفتیم، یعنی این که داریم از شاهزاده عبور میکنیم. آره من منتظرم الان بذار آقای آزاد بیا سنداتو بیار بالا. آقای سند، من فقط نکته آخرم بگم، اون بحثی که در مورد شعار دادن ایشون بود، اسم بردن نام ایشون بود، خب طرف برگشته گفته که
شما چرا جاوید شاه رو از انقلاب جدا میکنی؟ گفتم برای اینکه اگر که همه مردم طرفدار این سیستم بودن، خب باید این شعارا شنیده میشد، صدا میزدن نماینده این نگاه رو. بعد اومده اصلا دوتا پیدا کرده. خب شما نگاه کن از اول انقلاب تا الان چند تا تجمع بوده، شعاراش هم محاسبه کن، خب ببین چند درصد. خب معلومه، کسی نگفتش شعار ندادن برای پهلوی، که دادن. درصدی از جامعه طرفدار شاهزاده، طرفدار پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی هستن، درش تردیدی نیست. بسیاری از اونها مبارز هم هستن، اونم درش تردیدی نیست. ولی حرف من این بود که این همه نیستن، همه اینجوری نیستن، خب درصدی هستن. حالا این بیا تو یه فایل رو برش بده، وردار بذار، خب بعد در واقع ازش نتیجه گیری بکن. من بذار ببینم این آقای علی آزاد، اگه میخوای بیا بالا، چرا درخواست نمیدی عزیزم؟ بچه درخواست نمیدی؟ ما اینجا باید بزنیم پیدات کنیم. دات بیست بیست دو پیدا نمیکنم. نیستن؟ ظاهرا نیستن. زم اگه هستی بنویس اون پایین که میخوای بیا بالا بشینیم صحبت کنیم با هم. من همیشه گفتم که تبعیت، ببخشید، حمایت هوشیارانه حتما، تبعیت کورکورانه هرگز. خب اگر نتونین هر کسی رو نقد محترمانه بکنین، خب رفته سنداشو بیاره شاید. خب کسی رو نتونین نقد محترمانه کنین، این اصلا ممکنه نقد غلط باشه ها، ممکنه نقد غلط باشه. خب ممکنه نقد غلط باشه. آقا یه چیز میاد بالا صحبت کنیم، لورکا بامداد، چون این بازی رو من شروع نکردم ها، من این بازی رو شروع نکردم. اولا شاهزاده یه طرف، طرفداران پادشاهی یه چیز دیگه است. دوما من این بازی رو شروع نکردم و این بازی رو شماها شروع کردین. خب خب اون وقت اصلا نمیتونید زندگی بکنید جامعه بعدی. اولین کسایی هم که میرید خودتونید، میدونستید؟ شما رو بیارم آقای رضایی باش جمله رو بگم، شما تشریف برید بالا. اولین کسانی که توی اون سیستمی که شما دوست دارید بیاد حذف خواهند شد، خودتون هستین. میدونید چرا؟ ارنست روهم میشناسین؟ رئیس پیراهن قهوه‌ای های اس ای تو آلمان نازی. حالا اصلا شاهزاده رضا پهلوی شخصیتش کجا، همین کامنت هایی که ازش گذاشتم رو بردارید ببینید، میگه من اولین کسی هم که مخالف بت‌سازی هم. خب و هیتلر کجا؟ هیتلر به خاطر اینکه دیگه بعد از پیروزی نمیتونست این تند روی ها، چون وقتی وارد تشکیل حکومت میشی خب، و
وقتی حکومت رو میخوای تشکیل بدی با اقتصاد، با ارتش، با وزارتخونه ها، نهادها مجبور تعامل بکنه، اون گروه فشار اس ای که قبل از پیروزی انقلاب کارش مثلا اون افتضاحاتی بود که در آلمان نازی کردن، خب بلا نسبت شاهزاده، خب هیتلر دید نمیشه با اینجا با اینا کار کرد. و در شب دشنه های بلند، برید بخونید، یک تصفیه خونینی از اینا انجام داد. رادیکالیسم اولین چیزی رو که میزنه خودش رو داره میزنه، چون شاخه رو اره میکنه که خروش خودش نشسته. خب اگر کسی طرفدار اکثریت نداشته باشد وزنه بزرگی نیست، پس توضیح بزرگ نیست. نه، توضیح چه ربطی به وزنه داره؟ شما میتونی تعداد طرفدارات کم باشه ولی حرفت درست باشه، ربطی نداره به این قضیه. خب تشریف بیارید آقای رضایی. آقای رضایی من اکسپت کردم. درود بر شما. درودت مندم. حالتون چطوره؟ قربان شما. من ببخشید مزاحمتون شدم. یه مطلبی از شما میفرمایید انتقاد. بله انتقاد دادم به خدای خودشم که آفریدتش، اصلا نه که انتقاد، میتونه مخالفم باشه. ولی یه مسئله دیگه هست، اگر من منتقدم باید روزی که تو ایران بودم اول یخه او آخوند رو بتونم بگیرم، منتقد باشم، مخالف باشم، بعد حالا بیام. من جسارت به شما نمی کنم، کلن یه چیزی باب شده به شاهزاده که میرسن میگن اگر ما دموکراسی نداریم پس برای چی داریم میجنگیم. ولی به معصوم قومی کلا که میرسن 3.5 میلیون دلار پول مردم ایران که سرشون تو سطل اشغالی از رفته به وکیل گرفته، 1.5 میلیون دلار پول وکیل داده، پول جوانای مردم رو خورده بدونه که یه روز تو بازداشت باشه به خاطر استرس. اگر ایجور باب بشه هر چیزی رو به عنوان دموکراسی ازش یاد کنیم، خب پس منم دماغمو زدن شکوندن، دندون گرفتن تو زندان، چشمامم زدن نابینا کردن، به زور دارم میبینم، دستمم ناقص کردم، بیام پا بذارم رو خون مردم ایران بگم به من چه، برم بگیرم. اول مردم اگر از شما توقع دارن ناراحت میشم. شما اگر میگید انتقاد، خب به شما هم انتقاد شده، ولی من خبرم ندارم چه جریانی بوده. به شما هم انتقاد شده. چرا حالا عذر میخوام من 2 دقیقه صحبت کنم بعد گوش میدم هرچی شما بگید. چرا بر نمیتابن انتقاد؟ چون دارن باب میکنن به همسر شاهزاده توهین کنن، به شاهزاده توهین کنن و این رو جای دموکراسی قرار بدن، یعنی باب کنن. اگر هر کسی ادعاش میشه، ما آیت الله بی بی سی رو داریم، وقتی میخواد چارلز بریتانیا رو یا هری رو صدا بزنه میگه شاهزاده هری، با وجودی که هیچ سمتی هم نداره، ولی به خودمون که میرسه میگه رضا پهلوی. میدونید به اثر بدبختی است که اگر یه نفر بلند شه بره تو استانبول به آتاتورک توهین کنه، اگر ترکا شلوارش از پاش نکشیدن پایین، یه نفر بره تو امارات به شیخ زاید توهین کنه، از گل نازکتر بگه شلوارش رو میکشن سرش، تازه اینا انگوش کوچیکه رضا شاه بزرگ هم نمیشن. کاری که برای کشور ما کرده، امروز باب شده فعالیت سیاسی خیلی ها کوبیدن شاهزاده رضا پهلوی. حرف میزنی 44 سال ایشون چه کار کرده؟ هیچی. پدراشون رفتن گفتن مرگ بر شاه، بدون خونریزی سوار شدن رفتن، توقع داشتن بره شاهزاده مسافر کشی پول در بیاره بده به آقایون. من در خدمتم. خیلی من با حرفات مشکلی ندارم، حالا انتقادت نسبت به من بگو. شما در مورد بی بی سی گفتی و در مورد آدمای شما میگه جمهوری خواهم، شما میگه جمهوری خواهم، این نظر شما است. ما با تفکر شما سال 57 به این روز افتادیم. عاقبت جمهوری خواهی عاقبتی بود که نهایتا خیلی پیشرفته تر هم بشیم، میشیم اردوغان دیکتاتور امروز ترکیه. خب حالا ولی ما با... من اگر که جمهوری خواه باشم، نه ایرادی نداره، شما میتونی اصلا هر نظامی رو دوست داشته باشی. خب من اگر جمهوری خواه باشم، حالا اصلا این حرفای شما که در ما با تفکر جمهوری خواهی شدیم،
مثلا شدیم فلان و بسار 57 57ش ربطی به این داستان نداره. خب باید یه مثال یه نمونه هم بیاری بگم دیگه. من دو دقیقه سکوت کنم، من نشستم سکوت کردم. خب حالا من اگر جمهوری خواهی باشم یعنی 57ی ام. من نمیگم شما 57ی، میگم از تجربه‌مون باید عبرت بگیریم. خب عبرت بگیریم باشه، اشکال نداره. من اگر که تو میگی که قومی در مورد خانم علی نژاد مثلا چرا چیز نمیخوام، من دو ماه پیش اینو مثلا اصلا بیشترین کسی که به علی نقد کرده و علی نژاد من بودم. هست دیگه، از چندین ماه پیش، اصلا از اون موقعی که منشورشون میخواست تشکیل بشه منشورشون تشکیل شد. دو ماه پیش داستان این ثبت این شکایت خانم مهرنگیز کار و خانم علی نژاد آقای هرسیچی براشون فایل کرده بود این شکایت رو. خب من این دو ماه پیش گفتم، شما امروز متوجه شدید. حالا من جسارت به شما کلا نکردم. من میگم از شمایی که بالاخره تریبونی دارید توقع داریم به جای نقد کردن شاهزاده نقدتون هم بکنید. ما نقدی ولی نقد بالاخره وکیل ایران دوستم داریم تو ایالات متحده تو اروپا. چرا اصلا جمهوری چرا که سوال نمیکنه چرا جمهوری اسلامی وکیل نگرفته شکایت کنه؟ برای چی پول مردم ایران ایشون میخواد آپولی کنه؟ چرا هیچی نمیگه؟ کسی توی رابطه صحبتی نمیکنه؟ میدونی چرا؟ چون از ایجیب میاد تو ایجیب، چون مسیح قومی کلاه رو فرستادم بشه ترمز انقلاب و شد. مخالفت با حرف شما خیلی ندارم. نه من از شما توقع دارم عنوان ایرانی هم گفتم ما از شما توقع داریم. نیومدم اینجا من گلگی از شما بکنم یا خدا نکرده شما رو محکوم کنم. نه من میگم تو 100 سال 200-300 سال گذشته حداقل تنها خاندانی که به داد این مملکت رسیدن از یه خرابه ای رسوندنمون به سال 57 خاندان پهلوی بود. هر که از راه رسید به اسم دموکراسی به یه خانواده حمله نکنه، که اگر هر کدوممون شما با یه کامنت اینجا پریشون میشی، ولی اگر این همه خدمت به مملکت کردن حداقل خوبی بهشون نکردیم بدی هم بهشون نکنه. من پریشون نمیشم، کسی که فحش بده من فقط بلاکشم، فحش بده بلاک میکنم، چون حرمت کلمات برای من حرمت داره. الان خود شما اومدی داری نقد میکنی، من چه پریشونی شده؟ پریشونی نداره. نه اونایی که استیکر خنده میذارن از حرف از دفاع من از شاهزاده، یادتون بیاد اینا دو حالت دارید. من جسارت نمیکنم، ما دو حالت دارید، یا تفکرتون تفکر مجاهد خلق و توده ای است، یا نه پدرانتون از اون کسایی بودن که نه من کسانی که کامنت مسخره دارن میذارن، من جسارت به شما نکردم، کسانی که کامنت میگم دارن میذارن، یا تفکر کمونیست و توده ای دارید، یا نه از اونایی بودید که عذر میخوام رضا شاه پدر بزرگاتون با یه برنو گردنه رو میبسته قشون دولت رو لخ میکرده، رضا شاه اومده با یه پس گردنیتون بهتون زده گفته باید آدم مثل آدم زندگی کنید، از این زورتون میگیره حسادت الان داره. الان چه ارتباطی داره به این موضوع؟ نه به کامنت ها من دارم جواب میدم. کامنت های حساب کنی از هر دو طرف آدم هایی داریم که احترامی میکنه، اون داره بحثی نیست. آدم شما بالاخره ببین جواب سکوت سال 57 رسید به اینجا. سال 57 اگر طرفداران محمد رضا اومده بودن به خیابون، شما سال 57 چند سالتون بوده؟ من نبودم اصلا، من اون موقع نبودم. بعد مثلا سوال میپرسم میخواستی جواب ندید. سال مثلا 67 70 من سال 67 7 سالم بود. 7 سالت بود. سال مثلا 80 81 82 83 اینا از اول هم زده رژیم بودی درسته؟ بله من از زمانی که عقلم رسید اصلا میام رأی ندادی. چی؟ آقای خاتمی رأی ندادی. چرا آقای خاتمی رأی دادم من نه برای که برای فضای سیاسی اون زمان نبود، همینقدر بود. خب می‌خواستیم شکاف ایجاد بشه بتونیم بیام بیرون تو فضا حرف بزنیم. من سال 88 هم تازه رأی دادم. آفرین. سال 88 هم رأی دادم. درست. بله. بعد به من گفتی کسی میتونه نقد کنه که مثلا انتقادش کرده باشه، مخالفتش کرده باشه. بله. حالا من جهت اطلاعات میگم. من با آقای خاتمی رأی ندادم. با آقای مهندس موسوی هم رأی ندادم. اون موقع هم انتقاد کردم. من شما رو نگفتم. چرا آقای شما به خودت خریدی؟ نه حالا من جو و حاکم تو این فضا رو دارم که تو الان تو همین الان داشتی میگفتی که
مردم ما چوب نادانیشون رو خوردن و فلان و بسار این حرفا، درسته؟ بله. بعد شما من یه مطلب دیگه، شما گفتید من شاهد دادنت به آقای به نظام، رأی دادنت به نظام کمک کرد به بقای نظام؟ الان جوابتون، الان جواب بدم. نه سوال من اینه، چه قبول داری که رأی دادنت به نظام کمک کرد به بقای نظام؟ نه قبول نداری. قبول ندارم. یعنی مثلا شما رفتی در انتخابات ریاست جمهوری رأی دادی، خب به نظام ضربه زدی، نه اینکه کمکش کنی. من به نظام بعدش ضربه زدیم، از فضایی که با رأی دادن اون وجود آوردی. بله. خب. اون چیزی که شما میگید اگر بلاک میکردن همه 40 میلیون آدم نمیومد به صندوق رأی. میکنم که چرا رأی دادی؟ خب بله. من شما رو سرزنش نمی کنم که چرا رفتی رأی دادی. شما اون موقع احساس کردی که با رأی دادن میتونی به نظام ضربه بزنی. بله. درسته؟ در حالی که بعدم به این نتیجه رسیدی که این حرکت اشتباه بوده. من اصلا به این نتیجه نرسیدم. من اگر سال 88 تو انتخابات شرکت نکرده بودم، اصلا به خودم دیگه بعد اجازه نمیدادم که بیام کف خیابون که بخوام همچو کاری بکنم. میدونی وقتی رأی نداده بودم میگفتم خب به من چه، من رأی نداده بودم ولی اومدم کف خیابون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بیام از رأیی که شما دادی دفاع بکنم، نه از اون، بلکه از خونی که از ندا آقا سلطان رو زد. تموم شده رفت. اگر انتخاباتی نبود این فضا به وجود نمی اومد. اصلاح طلب بودی؟ من اصلاح طلب نبودم. طلب. پس 80-50 میلیون ایرانی اصلاح طلب بودن. گفته شما. آفرین. اگر اینجوری بخوایم قضاوت بکنیم که حالا مثلا طرفدارای مثلا رادیکال پهلوی الان توشون برو ببین دیگه، طرف اصلاح طلب بوده، عضو ستاد انتخاباتی مثلا کروبی بوده، توی ایران برای توی ستادهای اصلاح طلب کار میکرده، بعد الان اومده اینجوری شده. ما هم میگیم باشه، به این نتیجه رسیده که اون حرکتش اشتباه بوده. خب من میخوام بگم تجربه جمعی، اینو در مورد تجربه جمعی هم میتونی به کار ببری. اگر ما قرار بود بزنیم آدم ها رو، بگیم تو مثلا پسر همون کسی هستی که تفنگ گرفته بود باباشو رضا شاه زد پدرشو در آورد، تو پسر اونی، پس مثل اون فکر کنی، اینقدر بری تو نسل عقب. خب داره پافشاری میکنه، میدونم دادی با آقای خاتمی با اغماز برخورد کنی، این یه دبل استاندارد وحشتناک بزرگه. با ببینید فضای سیاسی اون موقع چجور بود، آیا اون موقع میتونستی عکس رضا شاه یا شاهزاده رو بگیری دست؟ پس فضای سیاسی اون موقع ایران هم باید ببینید دیگه. البته رضا شاه کار خیلی خوبی کرد، خب درش من تردیدی نیست، بحثی هم ندارم. خب اما اون کسی که مثلا فرض کن تو بختیاری مثلا برنو میگرفته دستش، خب قرنها اینجوری بوده سیستم حکومتی مملکت. خب چیزی بعد بده هر موقع میخواد باشه بعد محکوم بشه، کجی هم نشده بوده دیگه. خب یعنی مثلا شاه میگفته من آن براش که تو سر مثلا رضا شاه که نبوده که، خب یه لور بختیاری بوده، لور بختیاری براش ناصرالدین شاه تشویقش میکرده که این کارو بکن، ازش هم استفاده میکرده، خب هر وقت جنگی پیش میومده و فلان و بسار این حرفا، فوجهای مختلفی که از شهر محلات مختلفی میومدن مثل جنگ ترکمن که در دور ناصری به وجود اومد. خب تو فکر میکرده کار خوبی داره میکنه، بعدن بچهش به این نتیجه رسیده که فرض کن که آره نه کار رضا شاه درست بوده. حالا الان بعد یکی بیاد مثلا بگی که نه در مورد دموکراسی، بگی که مثلا این انقلاب احتیاج به سازماندهی داره، احتیاج به تشکلی داره، احتیاج به کار جدیتری داره، خب این میشه مثلا نسل اون. بعد اونی که تا 88 رفته رأی داده، 76 رفته رأی داده، فلان بسار، میتونه راحت اون گذشته رو بذاره کنار، بگه دست کنه. خب شما نمیتونی 88 رو نقض کنی بعد ندا آقا سلطان رو بگیری. نه من نقض نمی کنم. من فرقم با شما اینه، من نمیام بگم من نمیام قضاوت کنم بگم 30 میلیون مردم ایران
آدم های نادانی بودن که رفتن به آقای تو انتخابات 88 شرکت. من گفتم من میگم من نمیگم اینو من نمیگم اینو میگم. سال 58 کسانی که سردمدار نظام بودن به اشتباهشون اعتراف کرد. اجازه بده الان اگه یه نفر میاد یه حرفی میزنه تو وصلش میکنی به 57 که تو اون 57 یعنی مثلا من میگم طرفدار نظام جمهوری ام تو میگی 57 فلان. خب 57 من 5 سالم بوده. خب به من گفتن 57ی بحث شخصی ما نمی کنم. ما بحث تفکر دارم میگم. منم تفکر دارم میگم. یعنی این تفکری که شما بگی هر کی کمترین حرفی کوچکترین چیزی سوالی به مثلا شاهزاده رضا پهلوی گفت این 57ه، این چکوله، این باباش فلان بوده، این فسار بوده، این نمیشه. بعد اون وقت 57ی بوده باشی، اصلاح طلب بوده باشی، ببین اینجا دبل استاندارد دیگه. مگه ما نمیایم بگیم که خانم علی نژاد تو روزنامه اصلاحاتی کار میکرده، اصلاح طلب بوده، فلان به ساری نه ایشو خبرنگار پارلمانی بوده، پارلمانی خامنه ای علنا دفاع کرده تو روزنامه. خب ما نمیگیم. بله بعد چجوری در مورد مثلا عضو ستاد انتخاباتی آقای کروبی که الان پادشاهی خواه شده چی نمیگیم؟ اگر ایشون هم اشتباهی او زمان کرده، پافشاری کرده، اون هم قابل بررسی است. نه بعد ایشون امروز میاد دست یه تجزیه طلب رو میگیره میاره میشون جلو دوربین. باید حرف آدم ها رو نقد کنی. من خانم علی نژاد رو اگه نقد میکنم میگم این کارشون شرم‌آوره. خب به خاطر اینکه این کار شرم‌آوره. خب من کاری ندارم مثلا قبلا فلان. اگر میاد از نیروهای اصلاح طلب حمایت میکنه میام میگم نگاه کن این کسیه که سابقه همکاری با اصلاحات هم داره، اون موقع اون هیستوری معنی دار میشه براش. من یه حرفی دارم میزنم باید حرف من نقد بشه. خب حرف من نقد شه، نه منو وحث کنه به گذشته که اصلا توش نیستم. خب گذشته در زمان موقع میاد وسط. آره موافقم باید گذشته بال داره ادامه میده. یکی موقع گذشته یه کاری کرده میگه خب جف ایجور بوده. ایشون تجزیه طلب و برداشت آورد. من خیلی ها اصلا میان میگن آقا ما تا این برنامه رو دیدیم گفتم برای چی بریم کشته بشیم. درسته. ببخشید من خیلی هم خوشحال شدم. ممنون ازت. لطف کردی. خدا نگهدارت. خدا شما موفق باشید. خب کس دیگه اگر که اون میدان میلیونی که خب نمیدونم چی شد نایمد دیگه. بچه ها دوستانی که من که ابعادی نیستم که طرفدار داشته باشم، خب دوستانی که محبت دارن به من لطف کنن که ادبیات من رو هم در گفتگو رعایت کنن. بنویسید اول که میخوام بیام بالا و صحبت کنم. بنویسید لطفا. آقای امیر جان من میخوام یک کمی طرفداران پادشاهی بیان صحبت کنم ولی خب شما تشریف بیارید داخلمون برخورد من نمیتونم سانسور کنم آدم هایی که خدمتم. آقای امیر عزیز مخلص سلام، حال شما چطور؟ خوبی؟ من طرفدار پادشاهی نیستم، مخالف پادشاهی هم نیستم. اگر ایران دموکراسی داشته باشه، سکولاریسم داشته باشه، خوشحال میشم تا 10,000 سال آینده هم پادشاهی داشته باشه. این چشمم از اون چشم خوشحال داره. یه چیزی میخواستم بگم در مورد پادشاهی. دوستان میگن توی مثلا اروپا رو مثال میزنن، جای دیگر مثال میزنن، اون چیزی که و بعد اونو مثل این میمونه که مثلا شاگرد اول یک مدرسه رو با شاگرد آخر یک مدرسه دیگه مقایسه کنیم و بگیم این مدرسه از اون مدرسه بهتره. خب اگه میخوام شاگرد اول پادشاهی رو مقایسه کنیم انگلیس رو، خب
با شرایط اون مقایسه کنید، ببین اونجا چیکار کردن که اینجوری شدن. اونجا اول از همه به قول شما بارها گفتین که احزاب خیلی قوی دارن، از احزاب آمریکا خیلی قوی تر. آمریکا شاید چند هزار نفر عضو رسمی این دو حزب نباشن، ولی تو انگلیس چند صد هزار نفر آدم عادی کوچه خیابون هستن. خب اونجا باید همچین چیزی داشته باشیم تا یه پادشاهی خوب داشته باشیم. میتونیم پادشاهی داشته باشیم، حتما میتونیم داشته باشیم، ولی اون شکلی که ما دلمون لک زده براش، انگلیسش و نمیدونم دانمارکش و سوئدش که ما میگیم، خب پس همچین چیزی باید داشته باشیم. و بعدم برخلاف اون چیزی که دوستان بعضی وقتا میگن، من یه 10 سالی مهلت بود تو انگلیس اتفاقا زندگی کردم، اتفاقا خیلی بیشتر من از اونجا خوشم میاد تا الان که توی آمریکا هستم. ولی خب اونجا اصلا اینجوری نیست که پادشاه، به قول شما اون روز میگفتین اعتبار داره، بله خیلی اعتبار داره، ولی قدرت به اون معنای قدرت اجرایی نداره. سخنرانی پارلمانش رو میدن دستش، یه کلمه‌ش هم نمیتونه جابجا کنه. نخست وزیر رو بهش میگن ایشون میخواد بیاد بشه نخست وزیر، ایشون فقط قبول میکنه. و اصلا هم لازم نیست حتی آدم خوبی باشه. مثلا این شاه فعلی انگلیس همچین هم شخصیت درخشانی نداره از نظر فردی، ولی آدم، ولی کار پادشاهی رو خوب انجام میده. یعنی اتفاقا یکی دو بار که میخواست دخالت کنه تو سیاست، خاطرتشون باشه دوستان، اتفاقا دخالت خوبی هم میخواست بکنه. مثلا میگفت سیاست های محیط زیستی رو بهتر کنین، یا این پناهنده ها رو نفرستین رواندا. بهش گفتن آقا بشین سر جات، و از در واقع حرف بعدی هم نمیزد از نظر من. اقل پوینت درسته، این که ببخش میسازد، این که میگه که باید شاگرد اول مدرسه رو باشه. مثلا میگم پادشاهی سوئد، خب باشه، پادشاهی سوئد همسایش جمهوری فنلانده که یکی از شادترین کشورهای دنیاست، جمهوری سوئیسه. خب سوئیس رو بردارید مقایسه کنید اون وقت، اینا میان میگن نه جمهوری عراق رو ما با پارلمان بریتانیا مقایسه میکنیم، مثلا پادشاهی بریتانیا مقایسه کنیم، بریم پادشاهی کشورهای آفریقایی رو مقایسه کنیم. خب بعد یه چیز دیگه هم البته تو انگلیس هست که شاید حالا خیلی ربط داشته باشه نداشته باشه، سیوی سرونت، یعنی قسمت غیر سیاسی، بدنه بروکراتیک سیاسی نظامش خیلی بزرگه. دولت که عوض میشه شاید 40 نفر بیشتر عوض نشن تو همه، حتی از آمریکا هم بیشتر، آمریکا شاید 4-5 هزار نفر عوض بشن تو دولت، ولی تو انگلیس 40 نفر در حد وزیر و معاون وزیر عوض میشن. یعنی اون بدنه دولت هست که کار بیشتر دولت رو میگردونه. حتی اگه جمهوری هم بود همینطوری بود، اگه پادشاهی هم بود همینطوری که هست الان بود. البته پادشاهی براش نفع داره، هزار جور نفع داره براش که نگرش داشته، و بعدم نیست به نظر من، منم همونجوری که گفتم اونجا خوشحال‌تر از اینجا بودم. ولی در حال همین می‌خواستم فقط عرض کنم که اگه اشکالی داره پادشاهی باشه، اگه دموکراسی باشه، سکولاریسم باشه، چه اشکالی داره پادشاهی باشه، چه هیچ هم عیبی نداره. فقط همین، وقتتون رو زیاد نگیرم دوستان. خیلی ممنون از شما، لطف کردید. ما قربونتون برم. خب سفر به بندی درست میشه. خب به هر روی ما خواستیم که یه توضیح بدیم، به هر حال اینا برای بحثای بعد از انتخابات، بعد از سرنگونی رژیمه. خب اینا برای بحثای بعد از سرنگونی رژیم، بحثای امروز اینا نیست. حتی طرفداران پادشاهی نه متوجه نیستن که در واقع دارن به ضرر کارزار 3 ماهه‌ای که شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن دارن کار میکنن. دقیقا یعنی از این فضایی که الان هست که فرصت دارن تا 25 شروع کردن به بحثای اینجوری و حاشیه‌ای و یه وایس رو بردار، وقت بذار، ببر، کات کن، اسم طرف خودتو پاک کن، بعد بیا اینجوری چیز بکن، بعد که یه حاشیه درست کنی و نمیدونم این داستان. برای همینه که این بحثا دیگه متاسفانه اینجوریه. بچه های کف خیابون
بچه های کف خیابون دارن با دست خالی می جنگن طرف فلان شهر امریکایی و اروپایی نشسته و داره می زنن سرکله هم دیگه. شما دارید می سازین آقای شاهین، شما ساختید، شما ها ساختید حاشیه رو، شما ها ساختید. بریم ببینیم. خب به هر روی بگذاریم، فرداش خواهشم به مشهد رو بچه ها کنسل کنیم فردا رو، چون که در واقع قرار اونجا یه تجمع حکومتی انجام بشه و این تجمع حکومتی جمعیت اضافه نکنیم به جمعیت اونا. این از این. دوم، بحث پیدا کردن همدیگر رو به شبکه سازی از طریق ایمیل برای امروز دوباره شروع بکنید. ایمیلاتون رو با هم رد و بدل بکنید. سوم، یه خواهشی ازتون دارم که این ربطی به روتین نداره. برید دیدار خانواده های جاوید نامان، برید دیدار خانواده های جاوید نامان و در واقع پیش پدر مادرای اینا به دست گل ببرین، هم اینا بدونن شما هم دیگر در واقع شما یادتون هست اونا رو، هم خود این جاوید نامان خانواده هاشون که با خانواده با هم دیگه در ارتباط هستن میتونن یک نقطه اتصال و اتحادی بشن، میتونن یه نقطه مرکز اتصال و اتحادی در مردم بشن. برید دیدنشون، باشون صحبت کنید، برشون دیدنشون برید، باز دیدید تا شاخ گل بردارین ببرین، رهاشون نکنید، پدر حنانه کیا رو رها نکنید، بذارید احساس کنید که اگه بچهش رفته این همه دیگه بچه های دیگه داره، نه مزارشون سر جاش، رفتن سر مزار سر جاش، رفتن سر مزار سر جاش، دیدار خونه هاشون و دیدنشون سر جاش. خب آقای میلاد شما میخوای بیه بالا؟ بیه بالا بفهم. آقای میلاد بفرم. در خدمتم قربان، خوش آمد. میخوای تصویرتو ببندی که صدا فقط باشه که یکم اینترنت سرعتش پایینه، تصویرتو اگر میتونی ببند که صدا باشه که در واقع دیتای کمتری مصرف شه برای تماس، چون الان هیچی نداریم.
خب بنویسید، اگه کسی هست میخواد بیاد بالا بنویسید. اگر کسی میخواد صحبت کنه بنویسه لطف کنه بیاد بالا. خب ظاهرا دیگه بحثی نیست، مثل اینکه بسیار خوب. به هر روی حمید میخواد بیاد بالا. حمید چی؟ شکن در واقع آدرس دقیقی بده. خب بابا من نیستم. حمید چی عزیزم؟ آه حمید تو میخواد بیاد بالا؟ تو میزبان بودی، تو قرار بود پیج یه میدون میلیونی وقتش بکشونی اینجا، چی شد؟ یا آقا تو قرار بود یه میدون میلیونی برای ما بیادی، لاغل 100,000 تشو میوردی. همین بیا بالا. میدونه چی شد؟ خب ای بابا من یه چیزی مثل میدون اینجا داره میچرخه، من بس نشد. ای بابا چه قطع میشه؟ بذار یه بار دیگه بزنم. اومدی؟ بنویس سوال تو خانم عاطفه. آره نت ضعیف بشه من بمیشم. اینا نمیخوان تجمع شکل بگیره. کی نمیخواد تجمع شکل بگیره؟ نه خواهش میکنم. خب بگذاریم، مراقب خودتون باشین و به هر روی ما هم دیگه بیشتر از این وارد مسائل نمیشیم. توضیحاتی که من یک ساعت داشتم شفاف سازی میکردم هم اول، تو الان اومدی میگیم شفاف سازی کن، برو گوش کن. خب دیر اومدی، زود میخوای بری. سوال چیه بنیز؟ میخوای بیای بالا؟ بیا بالا. بیازم بیا بالا. عاطفه من دعوت دادم. خب نوشتی یه بار دیگه بنویس. ببخشید یه بار دیگه بنویس. تو ماج تو زندان گولشو باید بخوریم یعنی چی؟ من نمیفهمم. دنبال چه چیزهایی هستین؟ سایبریا. بعد تو یه اکانت داری جاوید نقطه آندرلاین نقطه شاه،
بعد تو سایبری نیستی، ماها سایبریم، بعد توماش تو زندانه، چه گول چی شو باید بخوریم الان؟ گفتیم آقا بچه اگر تو زندان تو ما چیزی گفت مواظب باشید گولشو نخورید، حواستون باشه به این قضیه. شما رو بیارم بالا تشریف بیارید برو. من که دعوت دادم یه بارم که بفرم. در خدمت. صداتون هست دارید صحبت کنین؟ خب بس نمیشه در حال مشکلات اینترنت های ایران دیگه. خیلی متاسفم واقعا. خب وجدانن تو ماج با رژیمه. از کجا میگی؟ سندی داری؟ مدرک چیزی؟ نامه مکاتبه ای؟ فایل صوتی لو رفته ای؟ صوت تخلیه شده ای؟ چیزی هست به من بگی که تو ماش صالحه با رژیمه؟ خب نه بچه اساسی میگی، میگی بگید دیگه، بنویسید مثلا این سند پیدا شده. خب اگه مدرکی دارین، خب اگه مدرکی دارین، خواهی اینجوری منم میگم تو با رژیمی. خب اصلا مثلا سومین کامنتی که الان بعد این میاد مال رژیمه. کاری نداره که. نه اون دوست عزیزی که شما نمیگم که داری میپرسی، میگم اگه چیزی دارید که بگید، اگه مدرک مستند مستدل محکم پسندی دارین، بیاد بگید که این با رژیمی. اگر که ندارید که خب کاری نداره، تو هم با رژیم مثلا. وای همین تو ما رو کشتی، من میخوام برم دیگه بابا. بیا تو خیلی بودم میدون بیاری، سه بار آوردم بالا برم. بیا بالا چکارت کنم؟ بگو خب. من سرعتگیر نیستم، من چیزم. من عوض کردم. به طور بالاخره اومدی. مخلصم، ببخشید. بچه‌ها هم از شما عذرخواهی می‌کنم. آدم شوخی می‌کنم. استاد، ببینم که سلام و درود می‌کنم. ببخشید. تو رو خدا هر چقدر زور زدم نتونستم با آسانسور بیام بالا، ولی دویدم اپل اومدم الان. راجب اون مهمونی که میخواستم بیاد، من احساس کردم که یک کامیونیتی داره، یک جماعتی رو داره دور و برش که هم فکرای خودشن و واقعا هم داشتن کار عملی میکردن، اما دوچار یک خطای دیدی شدن. یعنی از طرف سایبریای رژیم تغذیه میشدن. از چیزی که من ازشون دیدم این بود که وایسایی که شما از شما به دستشون رسیده بود اینجوری بهشون رسیده بود که مال خودشونه. بگو خب حالا کی؟ نه نه نه
صدای من وایس رو خودش درست کردم. بگو. صدای من ندارین؟ وایس رو خودشون درست کردن و میگفتن که شما صادراتین و نمیدونم فلانی و من باهاشون صحبت کردم. ساعتاریم هم شستم درد گرفتم چشم. مدرک دارن آره. که ما یه بار نامه میخواستن که میخواستن که اینو توضیح بدن که شما کار عملی نمی کنین. خب چون شما کار عملی نمی همینو میگم چون شما کار عملی نمی کنین و فقط دارین ضد پهلوی حرف میزنین، شما مخرب این انقلابین و چیزی که بقیه میگفتن. و منشون صحبت کردم و توضیح دادم آقا این بنده خدا از همون اوائل انقلاب داره میگه کار شاهزاده است، اینها این وایساش، این ویدیوهاش، این لایواش، برو حرفاشو نقد کن. چرا چیزی که ازش باید دیم این فرهنگ گفتمانیمون رو توضیح بدیم، یه ذره راجبش حرف بزنیم که درست باید نقد کنیم، درست باید تحلیل کنیم. این خیلی چیز شده، باب شده که به هر کی یه برچسب میزنن. آره توماج از نفوذیای رژیم و شاهموره اصلاحات و برا توکلی هم مال رژیمه و من خب همه که مال رژیم شدن دیگه، الان همه بچه‌ای که توی زندانن اینجا مثلا ترکیدن مال رژیم. اگه مدرکش دست رژیم، دست مردم، اگه دست نیست غلط میکنی میگی. خب کسی که مدرک نداره که حرف مفتی نمیتونه بزنی، که تو باید نشون بدی که مثلا فرض کن فلانی مثلا توی سپاه یه روز کار کرده، حداقل مثلا یه روز عضو بسیج بوده، یه کارت بسیجی، حداقل یه اینجور چیزی. تازه اونم باز متر و ملاک نمیشه. ولی حالا اگه اونم نداری دیگه فقط حرف میزنه و بیجا میکنی حرف میزنه، غلط میکنی حرف میزنه دیگه. یعنی چی؟ چون مثلا من فکر نمیکنه پس صادراتی رژیمه. خب آخه میدونیم مبارز عملی واقعا مبارز بودن، مثلا میدونی داشتن کار، آره داشت داشتن تراک می‌نوشتن، داشتن فیلم ها و ویدیوهاشون از سال 2019 به من نشون داد و من چون احساس کردم دیدم یک جماعتیه که میتونه سازماندهی باشه، سازماندهی بشه، آره میتونیم با هم کار کنیم. گفتم چرا فرادا کار کنیم؟ آقا بیاین با هم کار کنیم. یعنی بیان با شما حرف بزنن، آره اون جماعت بتونن مشکل اون سوء تفاهمشون رو حل کنن. اما انگار که از حرف زدن میترسیدن و من میخواستم از اینجا از این تلیبون استفاده کنم بگم بچه ها الناز رکابی مادرش فوت کرده و توی اوج خیزش با ما بود و ازش حمایت کنیم. به نظر من که اینجور موقع هاست ما میتونیم خودمون رو نشون بدیم. فکر کنم سرنده جا زنجان باشه، استوریشو گذاشتم، اما شما اطلاع رسانی دیگه بکنید. بالی حرف نداری منشن کنم من میذارم دست شما دارد. آگه خیلی ممنون، خیلی ممنون که این وقت دادین. مرسی. خب این هم از این زمانی میشه فهمی صادراتی هستن که تمرکز بجای براندازی بر خاله بازی بشه. خیلی باید موافقم، خیلی باید موافقم. پس تقریبا میشه گفتش که 50% این سلطنت طلب ها صادراتی هست. شما داستانشون اینجوریه، طرف اومده مشروط خواه با ما هم نشسته برخواست، یه دونه چیز نذاشته، یه دونه از این پوسترهای مثلا اکتای بچه ها رو نذاشته، فراخانشون نذاشته، یه دونه از شعار در واقع مثلا چه میدونم شعارهای شبانه رو نذاشته. در تمام استوریاش فقط توییتر خودش بوده، یوتیوب خودش بوده، فلان بوده. بعد این میشه چون پادشاهی خواهی میشه این نیروی خالص فلان و بسار. خب بعد کار عملی هم داره میکنه دیگه. کار عملیش اینه که یه استوریش از توییترشه
یه استوریش از یوتیوب بشه. خب جمع کنید دیگه با خدا وکیلی، حرف ندارید بزنید، حرف آیه نعمه در رو مفت بزنید که خودت گفتی، تو گفتی که میزان صادراتی بودن اینه که دنبال حاشیه باشن و فلان و بسار. گفتم اگه این مترو ملاک صادراتی بودنه که تو میگی، خب پس 50%شون هم ها پادشاهی خواهی نما هستن، طرف با اسم و رسم مشخصش داره حاشیه درست میکنه، این میشه نما. نما شما رو میتونیم مثلا بگی، حالا مثلا منی که اسمم گذاشتم لور کاره میدونم بامداد فلان بسار، اگه اسم خودت نباشه و اسم مشخصات نداری و میشه نما و اسم داره یا رو از صبح شاید داره تبلیغ خودش رو فقط میکنه. حالا شدی مثلا چیز پایشایی میخوان نما و بعد اونا هم که همش دارن شروع میکنن این برای بچه تو پت گفتن دیگه. خب یه بالا حرف بزن عزیزم، اگر مترو ملاک تو درست باشه، اگر مترو ملاک تو درست باشه اینه. ما 280 خورده لایف داشتیم شب، ها دو تا سه تا برنامهش مثل این بوده که جواب دادیم به یه سری موج حاشیه ایش، بقیهش که نبوده. الان هم که من زدم که بیای بالا، با اسم و رسم که نمیتونه که بگی مثلا من این میدونیم، این میدونیم که میگه پادشاهی خواهی نما مثل چی میمونه؟ مثل اینایی میمونه که میگن اسلام واقعی این نیست. خب اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، اسلام واقعی این نیست. این حرفه غلطه. خب من دنبال تخریبم که قدم بلند شد، تو خودت قد چند سانتی متر هست؟ بچه من میبینیم سبتایی میبینیم قد چند سانتی متر کلن مثلا کلن یه پیج داره طرف با دو تا پست، سه تا فالوئر و 10,000 تا 10,000 نفر هم دنبال میکنه که تو این 10,000 نفر شروع کنه چرت و پرت گفتن. خب بعد میگه که آقا من 10 بار به تو پیغام دادم بیا بالا، خب نمیای؟ من دو شب وقت دارم عزیزم، آقای میلاد چند بار بیا نمیای بار دیگه. ما تو یه بار اومدی بس نمیشد، بفهمم در خدمت سرات تو نمیاد. آها بگو. بله بله بفهم. بله بفهم. بله قربان بفهم. میگم بله قربان بفهم. خب بگذاریم مرقب خودتون باشین، شاد سرفراز آزاد باشید، فایده باد ایران، زن زندگی آزادی.